میهن گرامی ما در چنگال اهریمن افتاده است و اهریمن های هم بیرون از مرزهای کشور در حال چنگ انداختن بر این کشور ستم دیده و مردم ستم دیده هستند. دریغا این همه مبارزه پیش از انقلاب مشروطه، پس از اون، و این همه رنج های تاریخی هنوز نتوانسته ما را از چنگال استعمار، استثمار، استبداد و بلاحت دینی نجات بده. ما امسالی که درش هستیم 2024، خیلی از جاهای دنیایی که مربوط است به زندگی ما انتخابات داشتند و خواهند داشت. همین کشور ستم زده ما هم رئیس جمهورش سقط شد و حالا داره جانشینی براش انتخاب میکنن، در واقع معین کردند و میکنن و به زودی 4-5 ماه دیگه انتخابات در آمریکا هست که معلوم نیست گروه بایدن بر سر کار بماند، ممکنه ترامپ سر کار بیاد. در بریتانیا انتخابات در پیشه، در خیلی جاهای دیگر، حتی در همین آلمان وضعیت سیاسی جهان در حال دگرگشت و دگرگونی است و دیگر حتی شباهتی به یک ماه پیش هم نداره و هیچ کس نمیداند که این تاس رو که میندازی شش و بش میاد یک و چهار میاد، من که بلد نیستم اون بازی، چه بر سر مردم ما میاد. آیا خوشیوم است، راهی به روشنایی است، یا بدتر خواهد شد، در سر ما چه خواهد؟ برای بررسی این موضوعی که به زندگی ما مربوط است، من دعوت کردم از جناب البرز سلیمی که همواره در کارزارهای سیاسی 5-6 دهه گذشته بودن در ایران و بیرون از ایران، و ازشون خواهش کردم که بیان و یک تصویری از ایران امروز از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، کانونهای تازه مبارزاتی که در ایران شروع به کار کرده اند با شما و با من سخن بگویند و در چندین جلسه ما فضا رو باز خواهیم کرد که از آنچه که امروزه به نام انتخابات برای جانشینی رئیسی مطرح است تا انتخاباتی که در ماه مهر، آبان، آره دیگه آبان و آذر در آمریکا اتفاق می افتد، صحنه سیاسی چگونه خواهد چرخید و آیا ما وضعیت بهتری، شانس بیشتری برای برانداختن رژیم جمهوری اسلامی نکبت داریم یا نه. درود میگویم به شما جناب سلیمی گرامی، خیلی خیلی خوش آمدید و از همین اکنون شما میتوانید نظراتتون رو بیان کنید. بفرمایید. درود به شما جناب بانی گرامی، درود به شنوندگان و بینندگان و برنامه های خوب شما. سلام امامی. خب شما یک با این فکر و با این گام وارد مباحث جدیدی میشید. شاید این حس و این تجربه و این نگاه شما رو به گونه ای، به قول آلمانا میگن انستینکت، شاید این اشراق، شاید این نگاه، در واقع نگاهی که گاهن به آدم، ما که به اون معنا به الهام و اینها اعتقاد نداریم، ولی خب تجربه انسانی منبع الهاماتی است که حتی کانت میگفت که موجودات هوشیار دنیا با هم در ارتباط هستند و این مغناطیس زندگی گاهن میتونه واقعا اون چی که پیام هایی هست که از آینده میتونه بیاد، همون پیام سروش رو انسان بر اساس تجربه و نگاه و زمان طولانی تر بلند مدت نگاه و توجه میتونه با چشمنداز ها خودش رو بسیار بسیار در اون گردونه اون بیاره. من فکر میکنم که با این نگاه، یعنی اینکه اگر ما بخوایم اوضاع آینده پس از
این ماجرایی که در کشور ما بوده و اشاراتی شده و ما داریم در اوضاع سرنگونی بالگرد و بعد هم مسائلی که کل این انتخابات ها، این انتصابات، این مسحکه یا هر چیز دیگری که میگیم، و اینکه چشماندازی رو که شما بسیار فشرده ترسیم کردید، اوضاع منطقه، اوضاع اروپا و ما در اوضاع جهان هم، ما در گوشه از خاورمیانه هستیم، ولی به نظر میاد که ایران اگر تخریب کرد سیاست های منطقه رو و حتی اروپا رو و حتی آمریکا، بزرگترین مسائلی که امروز واقعا به اندازه چین در آمریکا امروز مطرحه در انتخابات آمریکا، مسئله ایرانه. این از کجا برمیخیزه جناب مانی که کشور 85 میلیونی، خب ما قلب خاورمیانه، با توجه به همه مشکلاتی که در این 45 سال داشته، تقریبا در تمامی این 45 سال در کانون سیاست گذاری های بسیاری از سیاست گذاری های منطقه و جهان و اروپا بوده. امروز هم ما میبینیم این در وجه مثبتش نبود، ولی به هر حال ایرانیان این مسئله رو کاملا آگاه هستند که در این 45 سال چگونه ما در مرکز رویدادها بودیم، در کانون بودیم. افتخاریم نیست، ولی به هر حال بودیم ما. امروز اکنون که ما نگاه میکنیم به اون چی که پیش روی ما هست، یعنی اگر به فرض در فاصله امروز که ما در ماهای همین آغاز تابستان، روزهای آغاز تابستان هستیم و در نوامبر پایان یک فرایندی خواهد شد که انتخابات امریکاست، در فاصله بین تیر جناب مانی و آبان ماه بگیریم حدودا 5 ماه دیگر، حدودا باید ما زمان داریم و در این 5 ماه به گمان من ما با رشد بسیار شتابانی، با سرعت بسیار شتابانی از یک سری واقعیت ها خواهیم گذشت. انتخابات، من میخوام با اجازهتون از یک جا شروع کنم. بنیاد نگاه من اینه که ما اوضاع اقتصاد اجتماعی رو، مردم ایران، اوضاع خاورمیانه رو، مردم ایران خودشون رو با کشورهای عقب مانده آفریقا یا حتی پیشرفته آفریقا مقایسه نمی کنن. مردم ایران خودشون رو با آسیای جنوب شرقی در اون معنایی که بعضی از کشورها و یا بعضی از کشورهای دیگر آسیا مقایسه نمی کنن. مردم خودشون رو با اروپا و بعضی از کشورهای به هر حال پیشرفته تر دنیا در این 40 سال مقایسه کردند. این مردم به هر دلیلی، حالا تاریخش هست، 120 سال تاریخ معاصرش هست، هرچی هست، ما امروز نگاهی که مردم ایران دارن میبینن که امارات یک کشور کوچک، عربستان کشوری زیر 30 میلیونه، حتی عراق بعد از این همه جنگ تغییرات درش هست، کشورهای کوچک منطقه رو میبینن. بنابراین میبینن با سرعت شتابانی دارن این کشورها رشد میکنن. در ایران یک اوضاع اقتصادی اجتماعی بوده که به ویژه در این دهه 90 همه چیز با مشکلات و با بحران روبرو شده، اما ذهنیت مردم، آگاهی مردم، اون چی که در روان مردم بوده و دانش و شعور تجربه مردم رو اینها نتونستن سرکوب بکنن. به گمان من همه چیز از اینجا شروع میشه جناب مامی عزیز، که حدودا چند میلیون، به گمان من، میتونم در قسمت های دیگر این رو توضیح بدم، حدود 8 الی 10 میلیون نفر جمعیت مردم آگاهند، یعنی از آموزگاران، کارگران، پرستاران، رانندگان، جوانان کشور، زنان کشور، تحصیل کرده های این 20-30 سال اخیر که بسیارانی تحصیلات لیسانس و بالای لیسانس دارن، به گمان من حدود 8 حداقل 10 میلیون از مردم ایران متشکل و آگاه هستند جناب مانی. و از اینجاست که ما نگاه ما رو برای یک دوران جدیدی شروع میکنیم. ایران نه امروز، بلکه در این 10 سال اخیر و در فرازهایی مثل 96، 98، جنبش 1401 زن زندگی آزادی و در فرازی که انتخابات مجلس جمعیت رای دهنده از 60 میلیون 10% زیر 10% شرکت کردن و به هر حال اوضاعی که در این جریانات انتصابات و این مسحکه انتصابات ما دیدیم، شاهدش بودیم، در اینجاها دارن نشان میدن که این مردم آگاه و متشکل و قشرهایی که من اینها رو نیروهای
آگاه محرکه یک رستاخیز میانی به شهروندی توصیف می کنم. به اتکای این نیرو جناب بانی گرامی، ما وارد یک دوران جدیدی شدیم و اون چه که به رژیم تحمیل شده، یعنی حذف رئیسی و بعد اجبار داریم که یک بالمسکی رو فراهم بکنه و بعد اسمش رو انتصابات بذاره، فشاری است که از سوی همین نیروهای کلن، از سوی مردم ایران و به ویژه از سوی نیروهای متشکل و آگاه به اینها اومده. و این دوران جدید رو ما کوشش میکنیم همونطوری که به ابتکار شما چند جلسه نگاه در واقع به چشماندازها رو در دستور قرار دادید، ما کوشش میکنیم که به این مسائل نزدیک بشیم. اسم این رو من نمیخوام بذارم نگاهی به چشماندازها یا راهبردی یا نگاهی استراتژیک به آینده امروز، چون ممکنه که ابعادی از جهات فرهنگی ما را هم در خودش داشته باشه و استراتژیک یک نگاه سیاسی رو بیشتر در خودش داره. بنابراین اونچه که جناب علی مطرح میکنید که یک مجموعه ای از مسائل رو به هر حال در ارتباط نزدیک با هم دیگر می جویید، در اون راستا ما کوشش میکنیم ضمن اینکه به مسائل استراتژیک برسیم و اون هم بپردازیم. جناب علی بله، بسیار عالی. ما منتظریم که از شما همینا رو بشنویم. فرمول رستاخیز میهنی، چیزی که ما وجودش رو حس میکنیم در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم، پیش از اونم دیدیم، اما امروز پرسش این است که این رستاخیز میهنی با فرماندهی یا مدیریت کدام نیروهای سیاسی در ایران یا احیانا در خارج از ایران صورت خواهد گرفت؟ این رو به کوتاهی میتونید اشاره کنید در برنامه بعد بیشتر، بعد میرویم سر ادامه بحثی که شما آغاز کردید. من جناب مانی نیروی رستاخیز میهنی رو جامعه مدنی میدونم و جامعه مدنی یعنی قوای محرکه تغییر، یعنی اینکه به فرض اگر مثلا در شیلی و یا در آفریقای جنوبی نیروهای اتحادیه ها مردمی که در حزب کنگره بودند، اون حزب در واقع عامل اصلی نبود. جامعه مدنی، جامعه از آگاهی بخش بزرگی از مردم سیاه‌پوست که علیه رژیم آپارتاید متشکل شده بودن، خواسته های مطالبات اجتماعی داشتن. در ایران امروز بر مبنای بربستر این تحولات تاکنونی و خواسته ها و مطالباتی که فشرده شده، یک نیروی سیاسی، اقتصادی، صنفی، مدنی و فرهنگی شکل گرفته. این دیگه اون تخت پرش رو باید نیروهای آگاه و متشکل تعیین بکنن. اونها بر بستر این میتونن حرکت کنن. به گمان من نیروهای آگاه وجود دارند و این نیروهای آگاه در رسانه ها، در همین سازمان های سیاسی، در سازمان، در صنفی، در همه نهادها متشکلند. اما پرش نهایی رو ما در دورانی خواهیم کرد که جنبش ها در همین مثل جنبش زن زندگی آزادی که به تحقیق صحبت میشه که 90 هزار نفر از جوانان کشور و از مردم آگاه رو در زندان ها اینها پس از اون جنبش گرفتند. جناب مانی صحبت از 90 هزار نفر هست، جوانانی که دستگیر شدن، بخش بزرگی هنوز در زندان ها هستند. اون نیروی متشکل امروز در تمام قشرها و صنف ها هستند. اینکه اون رهبری چگونه شکل خواهد گرفت، کجا خودش رو پیدا میکنه، چگونه تریبون ملی هاول یا اون جریانی که در آفریقای جنوبی شکل گرفت، چطور این گردونه رهبری وجود میاد در جنبش ها، ما این رو باید بحث بکنیم. دنبال این خواهیم بود و سناریوهایی نزدیک به واقعیت و تجربه کشور ما و انقلاب های جهان رو با هم دیگر می جوییم. همه شواهد نشان می دهد که تعویض حکومت در ایران نه فرد محور خواهد بود، نه تک گروه محور خواهد. همونطور که شما اشاره کردید، جنبش مدنی تغییر خواهد و جنبش مدنی همگانی است، همه مردم هم با همه گرایش هایی که دارن، ولی در برابر رژیم تنها یک گرایش دارن و اون براندازی این رژیم یک بار برای همیشه، برانداختن یک رژیم توتالیتر
ایدئولوژیک برای همیشه، حال این ایدئولوژی میتونه مذهبی باشه، میتونه استالینی باشه، هر چی که باید باشه، یک بار برای همیشه. و این نکته خیلی خوبی بود که به نظر من شما اشاره کردید و متکی است بر واقعیت. همه شواهد این رو نشون میده که جنبش آینده ایران جنبش مدنی است که بدنش از اکنون روشن است، خواسته هاش روشنه و به موقع رهبران متعددی از زندانها و از درون مردم برخواهند خواست و تغییر رو ایجاد خواهند کرد. اما دوباره برگردیم به امروز و شما لطفاً بفرمایید که اکنون چرخه حیات در ایران به کدام سو میچرخد و حرکت میکند و ما چه پدیدههایی رو احتمالاً پیشاروی خواهیم داشت. البته پیشبینی کار بسیار دشواری است، کار تحلیلگران سیاسی هم نیست، قطعاً نمی شود گفت. اما اگر به خاطر داشته باشید استراتژی های بزرگ مثل برژینسکی، مثل گاندی، مثل خیلی دیگه بو می کشیدن از 50 سال قبل که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد و خودشون هم سعی می کردن در اون تحولاتی که مورد نظرشون هست نقش داشته باشن. بنابراین پیش بینی کردن همیشه ممکنه ولی نتیجهش ممکنه همیشه درست و قطعی نباشه. بفرمایید. ببینید جناب ماری، شما به درستی از یک نقطه اشاره کردید و اون رو باز کردید. این اشارات بسیار مهمی بود. در جامعه ایران تغییر، نگاه ما به تغییر به یک دگرگونی های بزرگ، جامعه آبستن دگرگونی های بزرگ، همه اینو قبول دارن. حتی رژیم جنایتکار میدونه و وحشت داره، مردم خبر دارند، ادهی امیدوارند، ادهی نگرانند، ادهی به شدت ضد این تحول دارن کار میکنن. در اینکه این تغییر رو، تغییر بزرگ رو، دگرگونی بزرگ کار انسانهای کوچک نیست، کار گروه های کوچک نیست. و ضمناً در اینجا اون چیزی که پیشکسوتان ما در 40 خورده سال پیش، یعنی در واقع نقد بسیار بسیار بنیادی به این روبنایی که 45 سال دولت مدرن اون دوران رو گرفت، دولت مدرن بود، درش اشکال استبداد سیاسی بود، ولی دولت پایه های مدرن داشت به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، پدیده شهروندی داشت، میرفت پیشرفت در زمان پهلوی دوم، حاصل زندگی ایرانیان بود. دستگاه سیاسی در واقع در اون دوره با تمام مشکلات خودش به گونه منطبق بود بر اوضاع اون چه که به لحاظ اقتصادی اجتماعی شکل گرفته بود. و ضمناً تحول آینده بشریت از لحاظ نگاه حرکت دولت بود، ولی یک روبنای فاسد، یک روبنای، یک تالی فاسد و به عنوان اسم اسلام و اسلام ارتجایی با تئوری ولایت فقیه همه چیز رو گرفت. کاری که انسانهایی مثل آرامش دوستار و منوچهر جمالی کردند و بعد میرزاها عسکری همراه با جلال ایجادی، همراه با انسانهای دیگری، پرویز دستمالچی و دیگران، یک نقد بزرگی رو به دنبال اون پیش کسفتن. این نقد در واقع پایه های تفکر روبناوی سیاسی رو و پایه های دینی و فرهنگی او رو زیر ضرب گرفتن. در واقع این روبناوی سیاسی کهنه دیگه جامعه، در واقع بنیادهای جامعه این روبنا رو ترکنده و این روبنا مرگ ترکیدن به انفجار بالگرد رئیسی، انفجار ترک در روبنای سیاسی بود جناب آقای مانی. این آخرین ضربه ای بود که این یک تشبیهی هست از سوی بنده، میتونه به عنوان یک استعاره ای باشه. کوششی که کردیم ما یک جهتش این بود. ضمناً یک جهت دیگرش چیست؟ جهت دیگر ایرانی بودن به فردوسی و به کوروش، در واقع کوروش بزرگ کبیر اعتقاد داشتن، به رویدادهایی که پیشینه ما بودن، به نگاه زن خدایی ایرانیان سیمرغ که برای ما بسیاری چیزها رو شاهنامه فردوسی گذاشت،
عطار گذاشت در فرهنگ ما، ولی اینکه بریم دنبال 3000 سال پیش بعد بر مبنای اونها تئوری های از نوع اونچه که برخی از نیروهای سلطنت طلب افراطی و اون رو در واقع به اشکال افراطی و بعد با تئوری هایی که 10 سال دیگر باید یک استبدادی یا یک روبنایی از بالا به وجود بیاد تا بتونه مثلا در زمانی که رضا شاه اون کارا رو کرده بود با اون الگوها به امروز حیات ایران نزدیک شدن، میتونه همون اشتباهی باشه که در واقع از اون سو دین فروشان دارند. یعنی ما تاریخ رو نمی فروشیم، ما کوروش رو و محمد رو نمی فروشیم، کوروش با محمد قابل مقایسه نیست، اما ایران آینده یک ایران مدرن، ایران آینده میلیون ها انسان مدرن بر اساس مطالبات اقتصادی، اجتماعی، مدنی، اینکه زنان چگونه باید زندگی کنند، جوانان نسل جدید چطور چه چیزایی رو چه نیازهایی رو دارن، در تمام این مناظره ها دارن 10 محور رو گذاشته بودن در این روزهای آخر که اون 10 محور هم مسئله نسلهای آینده بود، هم مسئله نگاه به زنان کشور بود، هم مسئله نگاه به آینده مسائل اقتصادی کشور بسیار بسیار مهم، به اینکه زندگی، معیشت، محیط زیست، اینها سوالهایی بودن که از همین تبهکاران مردم پرسیدند و چنته اینها رو دست خالی اینها رو دیدند برای اینکه اینا پرسشی نداشتند. پس ایران، ملت ایران، مردم ایران با یک نگاه دیگری، با یک تشکل دیگری، با یک بقول با تفسیر شما، با واژگان شما، حیات دیگری، با یک در واقع آینده دیگر و چشمندازها و امیدهای دیگری دارن به خودشون، به جامعهشون و به حکومتی که در آینده باید در همین احتمالا آینده نزدیک باید بیاد حکومت بکنه. در تمامی این پرسش ها در این مناظره ها روشن بود، باستاب پیدا می کرد. مردم دیگه نمیخواند، چه فرق نمیکنه طرف بیاد بگه من به هر حال متعلق به رژیم پیشین هستم یا حتی از آینده نامعلوم اومدم خیلی هم ادعای چیز بکنه، یا بگه من به همین اصلاح طلبان و استمرار طلبان متعلق هستم. هر اون کسی که ادعایی داره در بوته آزمایش مردم باید بیاد بیارون چه داریز مردی و زور، باید بیاد خودش رو بریزه جلوی مردم، دانش خودش رو، بینش خودش رو، تحمل خودش رو، یاران خودش رو، و اینکه ببینه که امروز زندگی مدرن ایرانیان، این جوانان و این مردم آگاه و این زنان چی رو میخوان. من فعلا بسنده میکنم تا به تدریج پرسش هایی که جناب عالی به طور دقیق دارید رو با هم بریم جلو. سپاسگزارم. پیش از برنامه از من خواستید که همگو باشیم و من پرسشگر تنها نباشم و گفتید که پس اگر پیش بیاد از خود من هم پرسشی داشته باشید در خدمت است. و اما اجازه بفرمایید من یه پرسشی بعد در هر موقع که کلامتون به رسید من از جناب عالی پرسشی خواهش بود اما من شما رو دعوت کردم که نظرات شما رو بشنوم. عرض کنم ببینید که هر رژیمی، رژیم حاکم بر یک خانواده، یک فامیل، یک شهر، یک حکومت، وقتی که دچار بحران برگشت ناپذیر میشه شروع میکنه به سرکوب. در همه جای دنیا سرکوب ها موقتا جواب داده ولی در دراز مدت کار رو خراب و خرابتر کرده و اون رژیم ها رو جارو کرده برده، فرق نمی کنه در کجا بوده باشد. مردم ایران که در توی این 20-30 سال چندین بار برخواستن و سرکوب شده اند نشون میده که رژیم درمانده است و نتوانسته با سرکوب اینها رو از صحنه بیرون کنه. این اولین نشانه پیروزی مردم، چون پیروزی فقط یه شب و دو شب نیست دیگه، راه طولانی داره، هر چند طولانی تر بشه دانش و آگاهی مردم بیشتر میشه، بحث میکنن، فکر میکنن، مطالعه میکنن و پخته تر عمل میکنن. نکته دوم این هست که رژیمی مانند رژیم جمهوری اسلامی با ادعا میکند که با رأی سر کار است. آمریکا و فرانسه و آلمان و کشور دموکراتیک هم با رأی مردم بر سر کار میان
یا ابگبلت میشن، مردم رای منفی بهشون میده، یا میرن توی گورستان تاریخ یا در یه گوشه میشینن تا منتظر دور بعد میشن. در چند انتخابات درون گیومه اخیر در ایران، مردم به رژیم، به دینش، به منابرش، به مساجدش و به صندوقهای رأیش پشت کرد. این دو تا المنت بسیار بسیار مهم. این مردم اگر به خاطر داشته باشی، یکی از شعاراشون این بود، به ویژه در مرکز ایران، اصفهان و اون طرف ها. پشت به دشمن، رو به میهن. و این بسیار بسیار شعار اساسی بود. تمام این جنبشی که از دوره ابو مسلم خراسانی، یعقوب لیث، بابک خرمدین، مازیار طبرستانی و سنباد سپید پوشان و همه این جنبش ها که بوده، جنبش مشروطه، همش این بوده: پشت به دشمن، رو به میهن. دشمن خواستگاهش معلومه، ایدئولوژیش معلومه از کجا اومده، حملات نظامیش هم معلومه از کجا صورت گرفته به ایران، و مردم ایران اون موقع در اسارت بودن، الان بهش پشت کردن و رو به میهن کردن، یعنی رو به ملی گرایی کردن، در خور توجه کمونیست های استالینی و مسلمانانی که از واژه ایران می هراسن و رهبرانشون جرأت نمی کنن واژه ایران بر زبان بیارن. این سه المنت. المنت چهارم جریان بزرگ روشنگری است که شما بهش اشاره کردید. در ایران از بشتی بگیر، از احمد کسروی بگیر، از هدایت بگیر، از دکتر انصاری بگیر، از واقعا یادم نیست نام همشون رو، علاوه بگم لازمم نیست، تا به امروز که ادامه داره. این چهار ستونی رو که صندلی یا خیمه این رژیم روش سوار هست، مردم دارن اصلا باز میکنن میشکنن. خب حالا من از شما میپرسم، بعدا شما از من بپرسید. یک چیزی که در اینجا اتفاق نیفتاده بود، سازماندهی برای رهبری جنبش بود. اما شما به درستی اشاره کردید که مردمی که در اینجا خودشون رو سازماندهی کردن، سازمانهای خودساخته درست کردن، فرهنگیان، آموزگاران، بازنشستگان، مالباختگان، کارگران و حتی زندانیان در زندان، جنبش را انداختن و از درون این جنبش رهبری عام تشکیل خواهد شد. جنبشه، جنبش تک رهبر نیست و این میشه 5 تا، و رژیم افتاده در یک بنبستی که هم باید خودش رو بزنه، رقباش رو، اختلافات درونی، بکشن همدیگر رو یا هر چیز دیگری، یا بازم باید متوسل بشه به تفنگ، که اون وقت مردم هم دیگه بیگمان دست به تفنگ خواهند شد. همونطور که هر روز اخبار رو میشنویم که فلان روحانی یا طلبه یا فرمانده ناجا یا هر چیز دیگر رو در فلان شهر، فلان استان زدن، کشتن و تا آخر. بفرمایید. بله، من تا جایی که مجموعه در واقع بحث ها رو در سالهای اخیر میبینم و روند این روشنگری رو که شما باسم باسترش کردید آقای امامی، که بعد در قسمت بعدی من به ویژه راجع به اون موتیف ها، انگیزه هایی که شما رو وارد روشنگری کرد، شما چون از یک رنسانس خاصی که بر بستر یک سری حوادث بود و تجربه یونیک شما بود حرکت کردید، در اون قسمت پرسش خواهم کرد. اما اون چیزی که در الان میخواستم بگم، در این روند دهه 90 آقای امامی، شنوندگان گرامی، مردم
ناراضی بودن، افشاگری میکردن، مقابله میکردن، مبارزه میکردن. یه زمانی گفتن رأی من کو، دنبال اصلاح طلبا بودن، دنبال سید حسین موسوی بودن، میر حسین بودن. بعد بعد یک دورانی روحانی اینا رو گول زد، فریب داد. روشنفکران ملی مذهبی اینها رو هنوز هم هستند، اونها اینها رو هنوز توی ایران انترنشنال فراوانند، ولی به بنیادها نمیپردازند. بعضا نزدیک شدن، من دارم میبینم تیم اونها نزدیک شدن و در مقابل اون چیزی که باقی مانده این ماجراها در ایران بود، اونها در واقع به اینها انتقاد میکنن. تازه اون دورانی شروع شده که ما به اونها انتقاد میکردیم. اما اون چه که در این به ویژه در این 3-4 سال اخیر، در این 5 سال اخیر اتفاق افتاد، جامعه آگاه و متشکل ایران و بخش معینی قابل توجه آیمانی به این رسیدن که چی باید ایجاد بشه در جامعه، اینکه چه چیزی باید ایجاد بشه بستر پیدا کرده. مردم دنبال هر چیزی نیستند. ببینید من باسم با صراحت بگم، از یک بابت واقعا متاثر بودم که این همه ما نیرو گذاشتیم در جنبش زن زندگی آزادی، به یک ماجرایی نزدیک شدیم، این همه چشم نابینا شد، جوانان زیر فشار رفتند، ولی ما باید از اون مسیر میگذشتیم. وقتی که نگاه میکنم که اپوزیسیون در عمدتا در خارج که ادعاهایم داشت چه اشتباهات کودکانه ای، چقدر در دوران سرگشتگی قبل از بلوغ خودش چه اشتباهاتی کرد، از یک بابت اونقدر این تأثیر من به هر حال عمیق نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میگم اگر ما وارد یک گونه ای از اگر این رژیم ترک بر می داشت، اگر سرنگون می شد، ما درگیر یک سری ماجراهای بسیار در ناکتری می شدیم. آیمانی ببینید ما امروز در واقع از فشردگی تجربه، از گستردگی جنبش که شما بهش اشاره می کنید، از سازمان یابی بیشتر، چون رهبری بخشی است که در واقع حرف نهایی رو میزنه، ولی رهبری جنبش بدون سازمانیابی آگاهی و جنبش های آگاه و روشنگرانه شکل نمیگیره. در واقع امر رهبری یعنی اون گروه کوچک، گروه نخبگانی که کشور رو در همه جای انقلاب ها داشتند، بر بستر سازمانیابی گسترده مردم هر کشوری شکل میگیره. ارتباط ارگانیک دارن، نزدیک دارن، تنگاتنگ دارن. اما هرچه جنبش هایی که میاد و انسان های متعدد و بسیار متنوعی که متشکل شدن بیشتر باشن، آگاهتر باشن، زمینه استبداد آینده رو برای اون گروه نخبگان خواهد بست. ما در واقع این فاز رو با هم دیگر، این فرایند بزرگ رو که شامل چندین پروژه است، من بعدا به پروژه های چندگانه این حرکت جنبش خواهم پرداخت، چون هیچ جنبش یک امر معنای عامه و پروژه هایی که در این جنبش، فرایند هایی که در این جنبش شکل میگیره رو اون فرایند، مثلا این فرایند کار فکری و فرهنگی که از اینجا اگر اجازه بدید من اون قسمت رو جمعش کنم، بعد پرسشم رو از جنابالی داشته باشم. در قسمت همین بحثی که ما داریم، هرچه مردم در اون مدخل جنبش هایی که ما الان برای 5 ماه آینده ترسیم کردیم، من به گمان من دوران جدید دورانی است که این چند میلیون آگاهانه میخواد بیاد بیرون، هم خواسته ها و هم مطالبات خودش رو. این گونه نیست که هر رئیس جمهوری بیاد میتونه مثل رئیسی 3 سال دیگر با روان مردم بازی بکنه، چون نه دیگه جیب مردم آیمانی اجازه میده و نه وضعیت بسیار بسیار ابرچالش های بزرگی که در کشور ایجاد شده، این ابرچالش ها باعث سقوط هواپیما شد، بالگرد شده، هلیکوپتر شده. این گونه نیست که 3 سال وقت داشته باشن. در 5 ماه آینده هر رئیس جمهوری بخواد حرکت بکنه، شاید بسیار زودتر یا به سرنوشت اون دچار میشه یا اینکه کلیت نظام رو با خودش میکشه با این. در 5 ماه، در این دوران 5 ماهه، مردم ایران حرکت های بسیار، برامت های بزرگی خواهند داشت و من این برامت ها رو بعدا به نوبه خودم توصیف خواهم کرد، یعنی ارزیابی منو
گمانه های من رو در مورد این برامت های پی در پی خواهم داشت. اما اجازه بدید من اینجا سوال پرسش من در داشته باشم. آقای مانی، ما تقریبا در این 50 سال اخیر، درسته که شما در یک شهری بودید، من در یک شهری، بعد در یک دوره هر دو در تهران بودیم، من بارها از خودم پرسیدم، خب من در رابطه با مبارزه سیاسی بودم، تشکیلاتی بودم، در خیلی جاها ما از هم دیگه خبر داشتیم، کنار هم دیگر بودیم، در دو شهر با فاصله 70-80 کیلومتر بودیم، ولی بارها از خودم پرسیدم چه در ذهن و روان رفیق من، دوست دیروز امروز من ایجاد شد که این سابقه های در واقع این گونه بهش زده شد که میتونه کار فرهنگی رو، یعنی پایه های در واقع این نظام دینی سیاسی و رو بزنه. چه چیزی در شما شکل گرفت؟ کدام صدا در شما بیدار شد که شما را به این جهت برد؟ چه موتیواسیونی در شما بود؟ من واقعا این پرسش رو داشتم، یکی دو بارم کردم، ولی میخوام که شما در به هر حال در همین تلویزیون این بخش از تجربه یونیک شما رو به هر میزانی که فکر میکنید، چون این روشن کننده برای نسل جوانی است که دنبال پروژه های بزرگ خواهد رفت، به گوشم با علاقه میشنوم. سپاسگزارم. این قصه سر دراز دارد. من پدری داشتم که سکولار بود، مشروب میخورد، خوش میگذروند تا اونجا که جیبش اجازه میداد، و هر از گاهی که فرصتی پیش می آمد ما رو می برد به دیدن بناهای تاریخی و نه مذهبی. من براش از کودکی که سواد پیدا کرد، کلاس 4-5، شاهنامه فردوسی رو به پارسی به نصر براش می خوندم. و بعد از اینکه پدر دیگه می رفت دنبال کارش، به اون داستان ها بیشتر می اندیشیدم و یک چیزایی دستگیر هم میشد تو همون عوالم کودک. در 14 سالگی یک خانواده بهایی در شهر ما بودن که آزارشون به مورچه هم نمیرسید. مردمان بسیار خوبی بودن، خانواده خوبی بودن. پسرشون هم نیمکتی من بود در دبیرستان، کلاس 7 یا 8. بعد شیخ محل به نام حمزه‌ای که اکنون دیگه مرده، ولی براش یک مناره‌ای درست کردن مثل برج ایفل در اسداباد، ایشون اون خانواده رو مردم رو تحریک کرده بود، به اونا غذا نمیفروختن، حمام راشون نمیدادن، گوشت بهشون نمیفروختن و خیلی چیزهای دیگه، و سنگ میپروندن از بالای دیوار به حیات اینها. و این بچه همکلاسی من گرسنه مونده بود. وقتی که گرسنه که درست اومد به دبیرستان، من بخش گوشتم رو که مادرم میکوبید تقسیم میکرد، نصفش رو برمیداشتم میگفت برای شیطه بخور، بعد بارو میگفتم نه، من نصفش رو میخوام ببرم مدرسه بخورم. بعد بردم دو سه روزی به اون دادم و خورد، و با دوست از دوستان قرار گذاشتم، گفتم آقا من یک انشایی نوشتم، انشا من خیلی خوب بود اون موقع، و میخوام این رو ببرم مسجد جلوی همین آخونده بخونم. این آخونده هم در جوانی پدر من باش کشتی گرفته بود، زده بودش زمین حسابی، یعنی از پدر من میترسید، ولی خیلی نفوذ داشت دیگه، امام جمعه اون شهر. رفتم خوندم، آخونده نبود، مردم شدن دو قسمت دعوا کردن، یه ده موافق یه ده مخالف. رفتن حاج آقا رو زودتر از مسجد محلی پایینتر آوردن، حاج آقا نشست به محاکمه کرد من و دوستانم رو چهارتایی، و به این نتیجه رسید که شیطان زیر موهای من لانه کرد. اون موقع البته من موهای زیادی داشتم، مدل بیتلی هم دوره بیتلا بود، بیتلی میزدیم، شلوارای درپا گشاد می پوشیدیم، جوون بودیم دیگه. و سلمانی محل دوید رفت وسایلش آورد، سر من رو به دستور حاج آقا تلاش فرداش و پس فرداش من رو صدا زدن بخشداری،
پرسیدن که موضوع چی هست. یک ساواکم از همدان اومده بود، من که نمیدونم ساواک ساواکی، بعدا متوجه شد ولی کاری نکردم. گفتن دیگه کاری گذشته و شما دیگه حرفی نزن و بچه خوبی هستی، شما برو مدرسه. من رفتم مدرسه. از همونجا من از خودم پرسیدم که من در اون انشا گفتم آقا بشر همه خواهر برادرن، شما چطوری اجازه میدید به خاطر که یکی دینش باهائیه، اون یکی مسیحیه، یکی یهودیه، یکی مسلمانه، یکی سنیه، به خودتون اجازه میدید سنگ بپرانیم بهشون، غذا نفروشیم بهشون؟ ما میگن که عیسی به دین خود، موسی به دین خود، شما دارید میگی چیه لا اکراه فی الدین، پس این اون شعاراتون چیه، این چیه؟ خب اونا جوابی نداشتن و من رفتم دنبال مطالعه که ریشه شد در بیارم ببینم کجاست. هرچه بیشتر خوندم فهمیدم که تمام نکبت ملت ایران مال دینه، به ویژه دین اسلام، یا یک دین غیر خودیست و فرق میکنه با آیین زرتشت، که آیین برساخته توسط ایرانی ها بوده. و با مطالعات زیاد دیدم که دنیا چهرهای دیگری داره. یک اندیشه های هست به نام اندیشه های کانت و هگل و مارکس و دیگران که اینا اساس لائیکن، سکولارن، مذهب رو راحت نقد کردن فلان. این داستان ادامه پیدا کرد. من شعرام که دیگه یواش یواش از 16 سالگی رسمیت پیدا کرده، چاپی شدن، رگه های از این قضیه توش بود تا اونجا که عقلم میرسید. این کتاب خشت و خاکستر 3 جلد، 2 جلد چاپ شده، این چاپ جلد دومش، سومیش هنوز منتشر نشد. توی این کتاب تمام زمینه های پیدایش میل به روشنگری در جلد اول آمده. در جلد دوم من وارد جامعه میشم، استخدام دولتی میشم، با بچه ها کوه میرم، با هماندیشان صحبت میکنم و با آموزگارم که نخستین آموزگار من پس از زندگی بوده و یک آموزگار بسیار پیشروی بود، شاگردی میکردم براش، یعنی حرفاشو میشنیدم، اون به من کتاب معرفی میکردم، میرفتم پیدا میکردم میخوندم و بعدها البته دیگه صادق هدایت رو پیدا کردم، احمد کسروی رو پیدا کردم، علی میرفتروس عمرش دراز باد، او کتاب های نوشت، دیگران نوشتند و من یواش یواش پخته شدم. و شما هیچگاه در هیچ نوشته ای و سروده ای و سخنی از من سراغ ندارید که تعریفی یا اندکی تسلیم در برابر اسلام و سردمدارانش و این حکومت اسلامی باشه. حتی قبل از اینکه اینا سر کار بیان، من یکی از مخالفین جدی دین و مذهب این جماعت. خب وقتی که دیگه این آوارگی پیش اومد، همه ما مثل شما و مثل من شغل و زندگی اونا رو بل کردیم، بعد زندگی مخفی فرار کردیم، اومدیم خواهی 4-5 سال اصلا نمیدونستیم اسم خیابونه اطراف مون چی هست، همش بیچارگی بود. منتها من همینطور میخوندم و فکر میکردم، دیدم که من تنها نیستم، دوستانی هستم، پروفسور انصاری در تلویزیون حرف میزنه و خیلی های دیگه، اون زندگیات هنرپیشه که مرد آقای فاضلی و دیگران، دیدم که تنها نیستم، بس میتوانم خودم پرچم روشنگری رو یکیشم من بردارم. و همینطوری که جلو رفتم، خب دیگران بیشتر شناختن، اونایی که دوست داشتن آمدن، نزدیکتر شدن و ما امروز یک جمع زیادی هستیم، نه به هم پیوسته، ولی امروز در ایران شاید چند صد هزار نفر دارن روشنگری میکنن، در بیرون از کشور هم همینطور، و اینها سرنوشت ایران رو تغییر خواهند داد و مردم ایران دیگه به سکولاریسم هم
راضی نیستن از دین که گذشتن، دنبال لائیسیته هستن و همه اینها نشون میده که پشت به دشمن کردند و رو به میهن. ببخشید طولانی شد، یه پرسیدی شاعرم که پرحرفه، منم زیاد سخن گفتم، عذر میخوام، بفهم. این جناب مانی در واقع اون چه که داشتی صحبت می کردی، من به اون ویژگی یک چهره، یک نماد از تحجر، تعصب فکر می کردم. در بیاد دورانی افتادم که در شهر ما هم یک موسیویی بود به نام موسیو آرسن میناسیان. البته در رشت واقعا مسیو آرسن چون یه داروخانه دار بزرگی بود و با یک شاعری بود به نام پرسان، که پرسان خیلی در بین مردم در واقع از نظامیان دوران دهه 20 بود، ولی بعدها دنبال سکا می رفت، به سکا غذا می داد. بعضی از بچه های کوچکتر نمی دونستند که این پرسان یک شاعر بزرگی است، که همون که شعر خدا و یا خالق و این گنبد دوار یعنی چه، که بعد میگه میاد که بعد کارو بر مبنای این شعر یه شعری گفته بود. اون وقت میگفت که ز آوین محمد آسیاو دریاوی از خون شد. این شعر رو در دهه 30 این شاعر مردمی میگه. و میناسیان، موسیو آرسن میناسیان که در واقع یک ارمنی بود و در جنگ های آزادی خواهانه جنبش گیلان بود، او این مرد رو که دیگه به حالت مثل اینکه به فرض کسانی شده بود که دیگه توی خیابان میخوابید و اینها، مورد حمایت قرار میداد. و بعد مردم رشت برخی در واقع از پیشینه او خبر نداشتند، اینها دو نفری میرفتند سکای بلگرد رو میگرفتند، به اونها غذا میدادند، به مردم دارو میرسوندند. و در دورانی که بیماری های واگیردار در استان گیلان و رشت شده بود، اینها علارغم اینکه در واقع یکی یک اونگونه بود و یکی یک ارمنی بود، ولی مورد احترام در واقع جامعه دوربر خودشون بوده. این نشون میده که این نگاه در واقع به اقلیت ها، به انسان ها، به همون تساوی که جناب علی میگید، آمیخته شده با یک جنبش روشنگری. بنابراین این جنبش روشنگری، ضمن اینکه شما بر بستر یک جنبش تا قبل از شماها این کار بوده، ولی واقعیت اینه، من میخوام اینو به شنوندگان ارجمند برنامه های شما بگم، رادیو مانی، صدای مانی، وقتی که من بعضا برنامه هایی رو میبینم، ویدیوهایی رو میبینم که به جرأت صدها هزار بیننده داشته تا کنون، کلیک خورده، و وقتی که اینها رو در طول این یک دهه حداقل میبینم، میلیون ها بار برنامه های صدای مانی نه تنها در ایران بلکه در افغانستان و در تاجیکستان و اینها گره خورده، این نشان از این میده که کتاب ها وارد زندگی مردم شدند، کتاب ها واژه ها حرف میزنند، واژه ها توی زندگی مردم رفتند. و اون آدمی رو که باید با این بیت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، یا اینکه ذات نایافته شعریست به غایت در خانشش، باید به هر حال با اون تبخور نگاه کرد بهش. به هر دو به هر حال بگونه ای میشه با هستی بخش ارتباط برقرار کرد که یک چنین تجربه های یونیکی رو هم یک انسانهایی میداشتن. به نوبه خودم با این فشردگی، به نظر من در روندهای فرهنگی و نقد دین، جناب مانی، ما گام های بزرگی برداشتیم. ما با این مبنا باید بتونیم امروز با امیدواری بزرگ، با باور بزرگ بگیم که بخش بزرگی از نقد این دین صورت گرفته. این دین، دین فروشان، این دین و این مجموعه امسال اکنون راه رو باز میکنه. و این کار یک روزه نیست، یک ساله نیست، چند دهه برش کار شده. بنابراین ما وقتی که میگیم وارد دوران جدیدی شدیم، این پشتوانه رو ما گرامانی داریم. من میخواستم هم با این پرسش و این کوشش های دامنداری که به هر حال شما و دوستان روشنگری انجام دادید، بگم که مبناهای پشتوانهای فرهنگی ما و نقد دین در واقع در این دوره به ما بسیار کمک خواهد کرد. به هر حال بگوشم برای فرمایشات بعدی جناب علی. بله.
یک نکته هم بگم که هر انسانی در سن نوجوانی و جوانی قهرمانهایی در ذهن خودش داره. بزرگترین قهرمان ملی ایران بابک خرم‌الدین، نخستین و آخرین قهرمان ذهنی من بود. بسیاران دیگه هم بودن. من زندگی موازی ها رو با دقت دنبال کردم، خوندم و حکایت های فراوان، اما بابک خرم‌الدین مدل زندگی من بود. کسی که هم به ایران عشق می‌ورزید، هم شمشیر به دست داشت و هم اندیشه در سر داشت و این ستا می تواند ما رو نجات. و اما برگردیم به سخن امروز. خب گفتیم که ایران در آستانه، یعنی در آستانه که نه، در چرخه تحولی است که یک جای یک جوری دیگه کار به نهایت و به پایان خواهد رسید. اصلا تردیدی نیست. این رژیم درمانده است. حتی افتاده به التماس و گریه برای رأی جمع کردن. تمام ترفنداشو میزنه. غذا میده، شربت میده، حتی موسیقی متن موسیقی غربی میذاره زیر متن صدای این خاتمی تدارکی. همه کار داره میکنه، البته در این روزایی که معمولا دنبال رأی هست. بعد از اون دوباره اونها همه رو میذاره زمین، تفنگ رو دست میگیره. همه اینا نشون میده این رژیم درمانده است و مردم دریافتند که هولش بدن میفته. منتها هنوز اون دست واحد، ید واحد به قول این عربا، هنوز پیش نیومده. یعنی همه این گروه های اجتماعی منتهی نشدن به یک سرپنجه نیرومندی که همینطوری انگشتاش هر کدوم وصل باشه به یک جناح از جامعه مبارزاتی ایران. هنوز به اونجا نرسیده، ولی دارن همدیگر پیدا میکنن و میزنن و میندازن، اصلا تردید نیست. اما یک پرسش، بعدش چی میشه؟ این رژیم رو میندازن، بعد چگونه میخوان خلأ سیاست رو پر کنن؟ چگونه میخوان سازماندهی کنن؟ تکلیفشون با مساجد، با منابر، ببخشید، با 500 هزار طلبه چیست؟ تکلیفشون با پاسدارا چیه؟ با بسیجی ها، با پلیس، با ارتش، با بیت رهبری، همه این سرکردگانی که 45 سال دارن سر میبرن، آدم میکشن و شبا میشن مشروبشون میخورن و تریاکشون هم میکشن و به ریش ما میخندن. ما هم اینجا وقتی میگیم آقا از دوری وطن رنج میکشیم، اونا میگن ها خود خودش، ما هم همین رو میخواستیم، چشمتون کور. یعنی اینا در خلوت و حتی در جلوت هم همین حرفا رو میزنن. خب سوالم دیگه طولانی نشه، تا پایان برنامه رو شما باید لطف کنید ادامه بدید، زیادم نمونده 5-6 دقیقه. و اون اینکه بعد از فروپاشی خلأ سیاسی چگونه باید پر شود. بفرمایید. جناب بانی، من فکر می کنم که این پرسش بسیار پرسش مهمیه، ولی ما برای خود فروپاشی چگونه این فروپاشی، یعنی سرنگونی در واقع، چون فروپاشی یه مقدار نگران کننده هم هست. ما نمی خواهیم که دولت در ایران، این دولت یک جامعه، ایران امروز یک دولتی داره. دولت عبارت از برزن، شهرداری ها، استانداری ها، وزارتخونه ها، ادارات گوناگون توسعه، فیزیک، نمیدونم هسته‌ای، بیمارستان ها، اینها همه دولتند. یعنی در واقع ساختار قدرت سیاسی و قدرت مدنی در جامعه هست. دولت به این معنا فرو پاشیده نمیشه. ارتش ما فرو پاشیده نمیشه. سپاه پاسداران از بین نمیره، اینا همه برن خونهاشون، فرماندهانشون از بین میرند، محاکمه خواهند شد. اونهایی که اموال مردم رو برداشتن باید پاسخگو باشن. اون چه که در کشورهای بسیاری از کشورهای دنیا بوده و بدنه این سپاه، اونهایی که جرم خاصی ندارن ادغام میشن در ارتش ملی ایران.
اما اینکه این روندها را در بعدا به هر حال بررسی خواهیم کرد، همیشه این گونه است جناب امامی که چگونگی سرنگونی، چگونگی برچیدن یک نظام، چگونگی دولت آینده او را تعیین خواهد کرد. یعنی شما ببینید چقدر پفکی رژیم شاه پاشیده شد، یک توطئه‌هایی در بالا صورت گرفت، یک آخونده که فاسدی رو به جای گاندی و به جای رهبران بزرگ غالب کردند، به قول ما گیلکا کلکاپیس رو بلبل کردند، توتی کردند. کلکاپیس حیوانی هست که زیبا نیست مثل بلبل و مثل توتی و اینها، اونو آوردن برای مردم. و این چگونگی فروپاشی پفکیه، یعنی یه دومینوی رو گذاشتن پاشید، بعد یک دولتی قدرتی اومد در طی یکی دو سال اومد قدرت رو گرفت. بنابراین از چگونگی برچیدن و پایان دادن این نظام، نظام حکومت اسلامی، و اینکه چه کسانی، شما اگر یک مدرسه رو از دست یک مدیر فاسد بگیرید، اگر یکی رو میخواید بیارید، در وهله اول باید دید که چه کسی صالحه، یعنی یک فرد صالح رو میجورید. اون فکر فرد صالح باید امتحانهای خودش رو پس داده باشه، به میزانی که او تجربه داره، صالح هست، به مردم تعهد داره، یا اینکه دانش و بینش داره، مدرسه رو خواهد ساخت، چون از همون اول شروع میکنه به ساختن. بنابراین ما چگونگی تمام تلاش ما اینه، امروز هم ما نزدیک که خواهیم شد روندهای پروژه هایی رو در این گفتگو با جناب عالی این رو دنبال خواهیم کرد که چگونه نگاه راهبردی بر بستر این چشماندازی که هست، یک راه نگاه راهبردی هست، میخواد بره با لابیگری بکنه با دولت ها و قدرت های بزرگ. میگه به فرض همین الان میگه رژیم سپاه پاسداران رو تروریست میشناسند، خیلی ساده میبینه. بعد ما میریم با غربی ها میشینیم، یک کمیته رو معرفی میکنیم، اون وقت ما قدرت رو میگیریم. یکی دو ممکنه اینطوری ببینن، عده ای از دوروبری های آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی از نظر اونها میان میگن که شاهزاده میاد قدرت رو میگیره، بعدش هم به هر حال گروه پادشاهی خواهان چگونه میخوان تنها حکومت بکنن، اون مسائل ناروشنه. گروه دیگر میان میگن حالا در همین روز 9 تیر میخوان برن در برلین جمع بشن، میگن ما رئیس جمهور آینده رو داریم، بنابراین ما میریم، چند تا لابی هم داریم در اتحادیه اروپا و جای دیگر و جای دیگر، ما میریم رئیس جمهور ما هم 40 سال هست، به همین سادگی رئیس جمهور ما رو میاریم، کانونهای شورشی قدرت رو میگیرن و ما قدرت رو میگیریم. یعنی بسیار بسیار ساده میکنند. گروه دیگری اما به هیچ یک از این بازی ها و یا این شوها و یا این توطئه ها و یا این ضربت زدن ها از اینها گذشتند، معتقدند که نیرویی که در آینده بر بستر این نیروی آگاه روشن از لحاظ نگاه روشنگری پایه هایی رو فهمیده و درک کرده، بدیهیه که یک ملت 85 میلیونی همه 80 میلیون یا 60 میلیونش نباید افراد فرهیختگان باشند. شما چند صد هزار نفر انسان آگاه متشکل داشته باش، یک کشور بزرگ رو شما میتونید بعدا مجاری تغییر رو درش وجود بیارید. اون نیرویی که میخواد بیاد بر بستر این سازمان ها، سندیکا ها و سازمان های مدنی و مردم نهاد و احزاب سیاسی و رسانه های آگاه و اینها میخواد بیاد و بر بستر این 50 میلیون رأیی که نمیخواد این رژیم بیاد، اینجور رئیس شهور در واقع بی کیفیت، ناشایسته، ناکاردان برای اینها بیاره. این 6 نفر تحقیر ملت ایران بودند، هستند. اون بخشی از البته ببخشید، ملت ایران به هیچ وجه تحقیر نخواهد شد، اونها میخوان تحقیر کنند، ولی ملت ایران تاریخ رو پشت سر گذاشته و ایستاده، بنابراین جای تحقیر به نظر من نداره. وجود نداره. از تصحیح واژگان بسیار سپاسگزارم جناب مانی. ملت این تأخیر رو نپذیرفته، به همین دلیل هم هست که مقاومت میکنه. به هر حال اون بخشی از آگاهان همین ملت امروز در صحنه مبارزه و بیدار، اون بخش میگه که هیچ نیرویی، همون باز نگاهی که شما اشاره کردید، هیچ کسی تا تواصل شما هفته آینده امیدوارم که باز هم در خدمت شما باشه. بدرود.